کابین سبک از جنس فایبر پلاس. خب دوستان بریم برای نصبش و توضیحاتش که یکم کارمونو بهتر کنیم. بعضی بیننده ها نمیدونن که اصلا این طرح چیه. وقتی کابین بیاد یکم بهتر میشه و تو کار خیلی خوشگل‌تر میشه و مراحل ساخت هم بتون. همراهان عزیز، قبل از اینکه این کابین رو نصب کنیم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، حمایتون بود. همراهمون باش. نصب کابین هلیکوپتره، یه بخش بسیار بسیار مهمه که این کابین رو قبلا کاراش انجام دادیم. از این سه فایبر گلس سبک تنها چیزی بود که ما تونستیم این شکلی داشت بریم با امکاناتی که تو دسترسمون بود، فقط تونستیم اینو در بیاریم. اوس محمود داره کاراش انجام میده که این پایه ها رو جمع بکنیم آماده بشه برای نصب کابین. این کابین ما ساختیمش خب با امکاناتی که داشتیم، ولی اوس محمود در نظر داره که یه کابین فوق‌العاده فنی، یه سبک با شیشه درست بکنیم که یه نمای کامل، یه نمای شیک بده به این هلیکوپتر. اوس محمود؟ بله. خب یه قولی که دادی گفتی چیه؟ این کابین احتمال داره که بعدا تغییرش بدیم؟ این کابین انشاءالله بعد از تست پرواز که پروازش اوکی شد، ببینیم چقدر وزن میتونه تحمل کنه و اینا، نظر داریم اینو کابینش بزرگتر و بهترش کنیم که حداقل دو تا صندلی جا بگیره که دو نفره باشه کارمون. الان یه نفر است درسته؟ فعلا این کابین مون یه نفره است. ما خیلی از این قطعات ما فعلا به عنوان که تست اولیه انجام دادیم اینا، ان شاءالله که پرواز کنه خیلی از قطعات شاید دوستان ما تعویض میکنیم، نه که ایراد دارم، بخاطر سبک سازی، بخاطر سبک سازی با که بنزین جعبه دنده موتور یا بعضی چیزاشا سر میکنیم که سبک سازی کنیم. عثمان بود، خیلی از دوستان اصلا متوجه نشدن که این کلن چیه. الان نظر چیه با نصب این کابینش؟ ببین خیلی از دوستان همین آشناهان خودمان که اینجا تشریف می آوردن نمیدونستن چی، که از نزدیک نگاهش میکردن. بعد از این کابین ما الان نصب کنیم متوجه میشن یکم حالت هلیکوپتر که میگیره، بعد متوجه میشن که چقدر وزنش این کابین. کابین هم هولوش 10 کیلو وزن داره دقیقا. آقا ما همینجوری فعلا این رنگ و سفید رو زدیم از قبل، ولی اون رنگیری بود که گذاشتیم بعد از پرواز اون رنگو ما تغییرش بدیم. حالا یا نظر محمود یا نظر ما در خدمت هست. هوامون باشید، ادامه این کلیپ رو ببینید. خب دوستان ما خودمون مشکل نور و کیفیت داشتیم، الان هم دستگاهمون که خراب شد سیمش و آبروش خودش هم بدکار صنعتی است داره ردیفش میکنه. حالا که زودتر ردیفش تا برقامون نرفته کنه قطر یکی از سمت برس میخوایی چکار؟ فیشی؟ حالا درست چکار؟ آقا تو این شرایط ما فقط تونستیم اینو لحیمش کنیم تا بتونیم یه دونه دیگه تایید کناسه ادامه کار. این یک کار بسیار خطرناکه، ولی دیگه چاره نداریم، باید اینو داشته باشیم کارمون را بیفته و یه دونه تایید کنیم براش. خب دوستان مشکل نورمون هم موقت حل شد که بتونیم این قسمت رو بگیریم بعد کاراش انجام بدیم. خب کابین و کاراش انجام دادیم، همه چی آماده است، فقط نصبش مونده که با اوس محمود بخواهیم الان کاراش انجام بدیم. تو قسمت قبلی یه قسمت تراشکاری داشتیم که اوس محمود قرار بود که یه لایه تراشی بکنه، کاراش انجام داده، الان کلا نصب شده از نزدیک. بله این بوشه این قسمت دوستان کل فشار این هلیکوپتر که وقتی وصله به این یتیکه نگهش میداره، ما اینو انجامش دادیم، بسیم. این قسمت پایینش هم ما از طریق یه دونه از این خارا نصب کردیم.
قسمت ها دوستان یکم قطر کارون بزرگ کلوفتر گرفتیم که یکم بعد تو فشار ترک نخوره یا ایرادی براش پیش نیاد. و قسمت بالاش دوستان یه پیچ اینجا ما جوش دادیم برای این کار، این قسمت بسته میشه. حالا برای بعدها که بخوایم جا به جایی باشه یا بخوایم بالانسش کنیم، بعد باید با یه جرثقیل پایان کار ببندیم به سقف که بالانسش کنیم. به هر حال اون کم زیاد کارا هم بگیریم، دیگه چیزی نداره. این قسمت دوستان همراهمون باشین، می‌خوایم کابین رو نصب کنیم. دوستان دیگه کاری نداره اونجا؟ نه، بریم سراغ نصبش. با ما همراه باشین. نزدیک بود که اصول روز هم واقعا این بردار نیازی توضیح بدین؟ کابینش حالت کشویی جا میره و این قسمت ها تعداد 4 تا پیچ 8 با این پایه ها بسته میشه. و خوبی کابین اینه که هیچ گونه وزن روش نیست، ما صندلیمون روی پایه نصب میشه، یعنی که بسته به خود شاسی است. این قسمتی که من قبلا برش دادم، چون ارما قبلا از پایین اومد، باکمون اصلا جای دیگه بود، من اینا برش زدم بعد جا به جایی دوباره کنسل شد، آواره میشه بالاتر. و این قسمت هم که دیگه داشبوردمون قرار میگیره و شیشه شام بعدا باید بیاریم نصب کنیم. این قسمت شام شیشه باید بیاد نصب بشه، خریداری نکردیم، تو برنامه بعد یا قسمت بعدی حتما نصبش میکنیم. و این احتمال داره رنگشو ما عوض کنیم، قسمت رنگشو. آقایشون برای زور بیا، من خودم نظرم اینه که این قسمت که سفیده، این خط مشکی، دوباره این خط سفید ما اینجا آزاد میذاریم، از این به بعدش رو مشکی میکنیم که با تر پشتمون یکی در بیاد. به نظرم اینجوری هم خوشگلتر میشه هم بهتر. بازم نظراتتون برامون مهمه و زیاد وزنی هم نداره، سبکتر بهتر هم هست. خوب از این زاویه آقا؟ قیافه واقعی هلیکوپتر گرفته؟ خب اندازه هاش جوریه که وقتی من میخوام سوار بشم، یعنی نباید جوری باشه که اذیت بشم. یعنی قبلا من اینو باز کم زیاد کردم، این قسمت ها بزرگتر بود، برش دادم کوچیک‌تر که راحت بری تو کابین و سوار بشی. که اندازه هاش هلوش 1.20 متره، بلنداش دقیقاً 1.20 متره، عرضش هم 80 سانتی بیشتر نیست، چون فعلا کابینمون یه نفره است. بعد و بریم سراغ نصب داشبورد این کار، که اگه آقا به روز زحمتش رو بکشه ممنون میشیم. آب رسوه همون اون پشتانپاش رو باید در بیاریم. داشورد جمعه هم از همین جنس فایبر گلاس، سبک، کوچیک و آیرودینامیک و خوشگل نصبش میکنید تو کار، میبینید. و بعضی ها میان از آلومینیوم میسازن، ولی ما از دیگه گفتیم همه از فایبر گلاس باشه که کارمون راحت تر باشه. پایه هاش هم پایه های آلومینیومه
چون زیاد فشار یا زوری روی این کار نیست و بریم برای نصف. خب این اسمت پیچه هم که بند میشه با ایناست، هیچ مشکلی هم نداره. برای لرزش آب روز دو تا پایه ها هستن، بوق آوردن این قسمت به این قسمت پرتش میکنیم. یکی اون بر وقتی شیشمون رو بخواییم نصب کنیم دیگه دفعه با اون نصب کنیم که مشکل پیش. مثل همیشه لایک و کامنت فراموش نشه، سابسکرایب کنید، حمایت میکنید، حمایت کنید به هر چیز بهتر به پرواز برسید. هم از این قسمت دو تا پای اینجا قرار میگیره که این دیگه لرزش و بالاشا نداشته باشن. این قسمت هم کلید های چراغ و استارت و اینا قرار میگیره. این قسمت هم نشانگر آمپر آب و بنزین و دور موتور اینا نصب میشه. وقتی هم نصب میشه خیلی خوشگل‌تر میشه و روز به روز داره مثل یه هلیکوپتر واقعی میشه. این شیشه‌ش هم اینجا گیر نمیاد، باید بریم اصفهان اونجا خریداری کنیم و دیگه توضیح چیزی نداره که براتون بدم. ظاهر و باطن. نوبت هم که باشه نوبت صندلی خلبانه که از جنس فایبر گلاسه. بیالر روکش سر رو کشیدیم، یک عدد کمربند و قسمتاش هم خوب ببینید دوستان، ورق کرون شده به این حالت را آوردیم و دیگه چیزی نداره. بریم برای نصفش. آقا بریم از همین قبل تا من پیچه ها شو بیارم. این هم آقای من نه آقای از کجا؟ بیشه؟ آمیا این از این آقای بگیر. استاد محمود. بله. صندلی منو چه نصب میکنه؟ صندلی شما همونجا گذاشته، هر موقع خواستی برو اونجا بشی. قطعش میکنه؟ نه. بله. ببندش آقا بروز. بروز جان. جانه. خب. یه حالا دیگه برو. خب کار می چون بعدا باید باز بشه سیستم تعلیقاتی رو بس بشه ارم سایبری کلکتیو. فعلا دو تا پیچو بیشتر من کمر بنده ای منیشم این حالته. البته دو تا باید دیگه از این ور بیاد. ببخشید دوستان من یه لحظه برم بالا. این دوستان این کمربند از این حالت که میاد قفل میشه، بعد دو تا دیگه ما اینجا با دوخت بزنیم که از این ور بیاد، از این ور بیاد اینا. ولی فعلا ما موقت اینا بسیم تا بعد. به هم میاد خلبانی؟ نه 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 میاد. خلبانی عزیز امروز تونستیم کابین رو نصب کنیم
داشبوردش رو نصب کنیم و صندلیش رو. این قسمت قسمت‌های مهمی بود که امروز تونستیم تو این برنامه کارشون رو انجام بدیم. عثمان خیلی عالی شد، نه نظرت؟ بله خیلی هم عالی، بهت میاد، خیلی بهت میاد. بله خب این قسمت ها را به روزان گفت باید یکم کوچیک‌تر میگرفتی که دید بیشتری داشته باشه، ولی ما احتمال داشت این اگه کوچیک‌تر کنیم تو پرواز لرزش زیاد پیدا کنه و با همین حال هم بازم دیدمون خوب از جلو چپ راست خیلی عالیه، هم نشستنش راحتیش اینا خیلی عالیه. انشالله روزی پرواز کنه، شما هم بیای اینجا تجربه کنید این کارو. دوستان این کابین رو نصب کردیم، خب الان این رنگ روی هلیکوپتر شده، تقریبا نمای کامل شده. خواهم نظرتون رو حتما برامون بفرستید، هم کیفیت کارمون هم این رنگ کابینو. من که دیگه پیاده نمیشم. اما یه خبر خوبم داریم، امروز یکی از دوستان در جمع ما هست، یه کار بزرگی کرده، یه مقدار ابزارکار داشته برامون آورده. به عنوان امانت آقا سیاوش، دستشون هم در نکنه واقعا. این شما اینه آقا سیاوش که زحمت کشیده. سلام، خوشحال. سلام، سلام همراهان گلزار، خیلی خوشحالم که به جمع دوستانی مثل آقا بهروز، آقای گلزار اومدم. ممنون. چند وقتیه که پیجشون رو دنبال میکنم داخل یوتیوب، دیدم یه سری وسایل تو خونه دارم بلا استفاده هستن و آوردم براش. ممنون از شما، لطف دستون دارم. تشکر. آقای این ابزاری هم که آوردن مثل این پوریفیل بور بودن، دستگاه جوش CO2، کپسولش، به اضافه یه سری ابزار داخل این جره است. ممنون از آقای سیاوش، لطف داشتین. دستشان در نکنه، انشالله تو پرواز با هم یه دور میزنیم. اوکی.